خب ما در جلسه قبل در خصوص یک سری از امتیازاتی که گفتیم برای ثبت اسناد داریم، گفتیم هدف از ثبت اسناد همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم در حقیقت رسمیت و اعتبار دادن به اون و نتیجتا استفاده از یک سری امتیازاته که اومدیم خب یک سری از این امتیازات رو در جلسه قبلی گفتیم. گفتیم یکی ماده 1292 حواستون باشه، یکی دیگر از این مواد ماده 1290 قانون مدنیه. پس دو تا امتیاز هست که ما در ماده 1292 داریم و 1290 و یک سری هم امتیازات یا قانون ثبت برای ما در نظر میگیره در خصوص اسناد رسمی. یکیش ماده 70 قانون ثبت بود که در جلسه قبل در خصوصش توضیح دادیم. ماده 70 قانون ثبت هست که اگر یک سند رسمی بود و سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، تمام یادتون باشه تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه یادمون باشه، گفتیم مگر اینکه مجهولیت آن سند ثابت شود. از دیگر امتیازاتی که ما در جلسه قبل بهش اشاره کردیم ماده 71 قانون ثبت بود. گفتیم راجب یادتون باشه اینطوری یاد بگیرید در قسمت راجب معاملات و تعهدات، یا که حالا نسبت به طرفین میخواد باشه یا طرفی که تعهد کرده، اینها هم نسبت به طرفین هم نسبت به اون طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب میشن رسمیت دارن. پس اینم متوجه شدیم. ماده 72 قانون ثبت هم میگه کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده هم نسبت به طرفین قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. پس یادمون باشه. پس اگر معاملاتی باشه که راجع به چی باشه؟ کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله باشه که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده نسبت به طرفین قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث. پس یادمون باشه هم نسبت به طرفین، نسبت به قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث داره اعتبار کامل و رسمیت خواهد داشت. پس تا اینجا رو ما در جلسه قبل به صورت مفصل توضیح دادیم. خب دیگه چه امتیازاتی قانونگذار در قانون ثبت برای ما در نظر گرفته؟ از دیگر امتیازاتی که برای ما در نظر گرفته شده ماده 73 قانون ثبت هست. خب ببینیم ماده 73 قانون ثبت چه میگوید. میگوید قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده، پس بنابراین اگه شما یک سند ثبت شده داشته باشی، حالا قضات و مأمورین به این اسناد اعتبار ندن یا استنکاف نماین، خب نتیجهش چی میشه؟ در محکمه انتظامی یا اداری تعلیق میشوند. حالا در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشه و به همین جهت ضرر مسلمی رو نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه بشود، اون محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری به جبران خسارت وارده نیز محکوم میشه. پس ببینید این یه امتیاز بزرگیه برای ثبت سند. پس بنابراین اگر قضات و مأمورین اعتبار ندن به اسناد ثبت شده، استنکاف بکنن، اینها میگیم در محکمه انتظامی یا اداری تعلیق میشوند. حالا اگر این تقصیر این قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و حالا به همین جهت هم ضرری رو وارد بکنه به کی؟ به صاحبان اسناد رسمی، این محکمه انتظامی اداری علاوه بر مجازات اداری به جبران خسارت هم محکوم خواهد شد. پس این امتیاز بزرگیه که قانون ثبت در ماده 73 در نظر گرفته. بریم سراغ ماده 92 قانون ثبت. یکی دیگر از این امتیازات ماده 92 قانون ثبت هست. میگه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول
پس اگر راجع به دیون باشه و سایر اموال منقول باشه بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست. پس اینم یک امتیاز بسیار بزرگیه که اگر یک سند رسمی باشه که راجع به دیون باشه یا سایر اموال منقول باشه، ما نیاز به هیچ حکمی از دادگاه نداریم. این یک سند لازم الاجراست. پس اینم یکی دیگه از اینا. پس یادون باشه مدلول کلیه اسناد رسمی که راجع به دیون باشه یا سایر اموال منقول باشه بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست. دیگه چه امتیازی قانون ثبت به ما میده؟ امتیاز دیگری که قانون ثبت به ما میده ماده 93 قانون ثبت هست. میگه کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده. پس اینم امتیاز بعدی، اسناد رسمی که راجع به معاملات املاک هست، راجع به معاملات املاک ثبت شده بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست. پس این هم از امتیازات قانون ثبت هست که ببینید که چه نتایجی دارد ثبت یک سند. پس ما این موارد رو به صورت کامل گفتیم. گفتیم پس یادتون باشه تو ذهن بسپارید در خصوص هدف از ثبت اسناد ما دو تا امتیاز، یکی ماده 1292 قانون مدنی، یکی ماده 1290 قانون مدنی. این دو تا امتیازی بود که قانون مدنی قائل میشد. یکی ماده 70 قانون ثبت، یکی ماده 71 قانون ثبت، یکی ماده 72 قانون ثبت، یکی دیگه ماده 73 و ماده 92 و ماده 93 قانون ثبت بود. اما همه اینها رو گفتیم، ما حتی هنوز وارد بحث اسناد املاک هم نشدیم. بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که هدف از ثبت اسناد چیه، هدف از ثبت املاک چیه. قبل از اینکه اصلا بخوایم وارد بحث اسناد و املاک بشویم، یعنی از ماده یک قانون ثبت بحثمون رو شروع بکنیم، همه این مباحث رو گفتیم که شما آشنا بشید با حقوق ثبت، لازمه که ما بیان یه مختصری با تشکیلات اداری دستگاهی که در کشورمان در حقیقت امور ثبت اسناد و املاک با آن محول شده رو یه کمی آشنا بشیم با این تشکیلاتش، ببینیم رئیسش کیه، چه معاونت هایی داره، یه کمی با اینها آشنا بشیم تا بریم سراغ شروع کنیم از ماده یک قانون ثبت بحثمون رو شروع بکنیم. هدفم اینجا بود که اگر بخوایم وارد ماده یک قانون ثبت بشیم، خب وقتی ما ندانیم اصلا برای چی یک سند رو ثبت میکنیم، برای چی یک ملک رو ثبت میکنیم، با تشکیلاتش آشنا نشیم، وارد شدن به بحث مواد قانون ثبت معنایی نخواهد داشت، به عبارت بی‌معنی است. پس بنابراین ما میایم یک مقداری با تشکیلات اداری ثبت آشنا بشیم. اصلا قبلا این با خب در حال حاضر شما میگید که سازمان ثبت اسناد املاک، قبلا اصلا اسمش اداره کل ثبت اسناد املاک بود که بعدا به سازمان ثبت اسناد املاک در حقیقت تغییر کرد. یه مختصری در خصوص این تشکیلات اداری ثبت بگیم که بعد از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی به چه صورتی بود، این معاونت های اداری مالی و برنامه ریزی رو در خصوصش صحبت بکنیم، ببینیم به چه صورتی خواهد بود، و طبق ماده یک قانون ثبت مصوب سال 1310 شروع بکنیم که در هر حوزه به دقیقت به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا داره ثبت اسناد املاک تأسیس میشه، که حالا ممکنه هر اداره یا دایره ثبت داره شعبی باشه. ما اینها رو توضیح خواهیم داد، فقط اول یه مختصری در خصوص تشکیلات اداری ثبت بگیم تا وارد این بحث بشیم. در خصوص تشکیلات اداری ثبت ببینید، دقت بکنید، تشکیلات ثبت اسناد املاک تا سال 1352 شمسی اصلا به صورت اداره کل بود و عنوانش چی بود؟ عنوانش اداره کل ثبت اسناد املاک بود. رئیس اون نیز با عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب می‌گردیده. از اردیبهشت ماه سال 1352
دقت بکنید. پس بیاید اینا برای اینکه ببینید در خصوص تشکیلات اداری ثبت دقت بکنید، در خصوص تشکیلات اداری ثبت ما اومدیم گفتیم که، پس حواستون باشه، ما در خصوص تشکیلات ثبت اسناد املاک تا سال 1352 اصلا به صورت اداره کل بود، عنوانش هم اداره کل ثبت اسناد املاک بوده. بعد از اردیبهشت ماه سال 1352 که قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت ماده واحده با دو تبصره تصویب شد. خب این در حقیقت ماده واحده چه میگوید؟ میگه از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل میشه. پس بنابراین دقت بکنید، از تاریخ تصویب این قانون اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل میشه، که گفتیم این ماده واحده دو تا تبصره داره، این ماده واحده دو تا تبصره داره که این دو تا تبصره رو حالا در خصوصش صحبت میکنیم. این دو تا تبصره، پس ببینید، از اردیبهشت ماه سال 52 که قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد املاک به سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت ماده واحده با دو تبصره تصویب شد. پس از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد املاک اومد چی شد؟ به سازمان ثبت اسناد املاک کشور تبدیل شد، که حالا در خصوص این دو تا تبصره هم در جلسه بعدی توضیح خواهیم داد، که این تبصره رو بگیم بریم و پس از پیروزی انقلاب رو بگیم به چه صورتی شد و در حال حاضر به چه صورتی خواهد بود.